سلام. رسیدن فصل سرما همیشه افراد در کشور ما را به یاد مواد سوختی و غذا برای روزهای سخت و سرد می اندازد. مخصوصا وقت عاید و درآمد و وضع کار هم ناکافی و ناجور است. طوری که همه می دانیم گاز هنوز قیمتش بلند است، برق همان آش و همان کاسه است و چوب باید بنابر دلایلی به دسترس قرار نگیرد. با آقای نثار احمد احمدی، معاون تجارتی مواد نفتی و گاز مایی در کابل، این موضوع را دنبال میکنیم. آقای احمدی، به برنامه خوش آمدین. سلامت باشین. من احترامات خود خدمت تمام دوستایی که ما را فعلا از طریق برای تلویزیون آریانا نیوز میبینن تقدیم میکنم. ممنون. و من ویدا ساغری هستم. تا نیم ساعت دیگر در برنامه زیر بنا با شما خواهم بود. آقای احمدی، همین لحظه فی کیلو گاز به چند رسیده؟ با در نظر داشتین که وزارت تجارت فی کیلو گاز به 50 افغانی تعیین کرده، اما در بازارها 75 تا 100 افغانی به فروش میرسه. شما در جریان هستین که تصدی مواد نفتی امواره نرخ گاز تعیین میکنه. البته او را با در نظر داشته نرخ‌های جهانی و مشوره اتاقای تجارت و تاجرای محترم که این بار هم با در نظر داشت از اینکه نرخ گاز مایع در سطح بین المللی یا بیرژه ترکمنستان حدوداً $100 یا $105 تنزیل یافته بود، به او اساس ما خواستیم که نرخ‌های جدید گاز مایع را با تمام جزئیات مصارفش تنظیم کنیم که نزد ما 49 افغانی پایین ترین قیمتی که تمام میشه که باید به فروش برسه از طریق شرکت ها اینجا برای ما ارقام نشان داد و برای از اینا ما 5-6 افغانی دیگر هم اضافه تر مد نظر گرفتیم، یعنی تا 55 میشه باز مناطق دورتر است از ساعت مرکزی تا اوجه تا 55 هم، یعنی بین 49 تا 55 باید به فروش برسه. قسمی که شما در جریان هستین، یک تعداد زیاد تاجرا گاز ذخیره شده در کابل دارن از قیمتهای خرید قبلی که او طبعا بلند برشان تمام شده و دفعتن اگر ما هم قیمت تثبیت میکنیم، یعنی تطبیقش یک هفته نیم هفته اشکالات را داره تا زمانی که این نرخ ها عیار شوه و با نرخی که ما تثبیت کردیم او تطبیق شوه. و فعلا در بازارهای شهر کابل 60, 62, 63 تا 65 هم فروش میکنند باز کوچه ها و پس کوچه ها، ولی بعضی ها ادعا دارند که تا 70, 80 او جای دوردست یا جای شاید باشه که از کنترل ما اصلا بیرون باشه. او احتمالاً در ولایات دوردست، مخصوصا ولایاتی که سردسیر هست، اقلیم سردسیر داره، چقدر نظارت دولت در اونجا کنفرماست مخصوصا بر قیمت مواد نفتی و سوختی؟ ما در اکثر ولایات کشور نمایندگی هایی داریم که به سطح مدیریت ها و ریاست هاست که عین وظایف را که ما انجام میتیم اونا هم در ولایات انجام میتن. البته بعض مناطق است که دوردست است، حتی انتقالاتش فیتون در 15,000 افغانی کمتر ممکن نیست. هر قدر که دورتر میشه، صعب العبور میشه مناطق، این مصارف بالا از او اضافه میشه و طبعا نرخ گاز و هر امتیه دیگه که باشه بلند میره. قرار معلوم، من از جای خبر شدم که گاز حدود 20 تا 27 افغانی به کابل تا رسیدنش تمام میشه فی کیلویش، ولی به دولت وقتی قیمت تعیین میکنه 40 تا 47 افغانی قیمت تعیین میکنه، حتی 50 افغانی یا 55 افغانی هم در بعض جاها هست و خود شرکت های خصوصی که گاز میخرن و میفروشن در بازارهای افغانستان گاز از 70 تا 100 افغانی قیمت تعیین کردن. دلیل مسئله چی است؟ نرخی که شما گفتین که تا 20 25 الی 30 تمام میشه، این نرخ به نظر ما درست به نظر نمیه، به دلیل از اینکه نرخی را که ما با در نظر داشته نرخ‌های بیرژه ترکمنستان که در اوجه فروش میشه سنجش کردیم با تمام جزئیات مصارف و بارگیری و ضایعات و مفاد شرکت ها و مسئول گمرکی و اینا حدوداً 49 افغانی تمام شد.
که باید به فروش برسه از طرف شرکت‌ها در شهر کابل. یک مشکل دیگه که در این عرصه وجود داره او است که گاز چند دست میشه. یک شرکت است که وارد میکنه، شرکت دیگه میخره میاره در کابل را تسخیر میکنه، باز شرکت‌های دیگه است که 100 بالون یا 200 بالون داره او میره میخره از این شرکت، بازی میاره بره دکاندار پرچون، دکاندار پرچونی را برای مستهلک میفروشه. هر کدام اینا به نوبه خود یک مبلغ پول به حدود 2 افغانی، 3 افغانی یا 4 افغانی بالای از اضافه میکنه که این خودش تا رساندن جنس برای مستهلک این مشکل ایجاد میشه. جزئی از مواد اولیه برای سوخت مخصوصا در فصل سرما هست برای مستهلکین یک کشور و باید از دکانداری روی این موضوع جلوگیری شود. حتی رئیس جمهور در آخرین نشستشان گفتن که گاز باید در انحصار خودش در بیاره اگر قیمتش پایین نیاره. فرموده شما دقیق است. گاز یک ماده است که فعلا مصارفش در سطح کشور روز افزون شده میره و به جای چوب و زغال، سنگ و دیگه مواد معروقاتی، مواد است که انرژی خوبتر میده و محیط زیست خراب نمیکنه، فاسد نمیکنه. روی از این دلیل برای پخت و پز اینا مصارفش روز افزون بلند میره و روی از این موضوع تاجرایی که میارن، یک تعداد تاجرا هستند که بازار به شکل انحصاری در اختیار خود میداشته باشن و بعض اوقات هم تو واقع میشه که احتکار میکنن، میگذارن تا زمانی که کم بلند بره نرخاگنه. گاز از حدود 50 قطعا بالا رفته نمیتونه به هر شکلی که باشه، یعنی اینی 60 و 70 و 80 که فروش میشه این دیگه یک ظلم اضافی است که بالای مردم صورت میگیره و ما تقاضای ما از مقامات عدلی و قضایی است که یک طرز العمل را برای از این جور کنند که قانون منع احتکار باشه تا بتونه توسط از این ما بتونیم این تاجرها را. فکر میکنم چند سال پیش قانون منع احتکار امضا شد و به پارلمان رفت، امضا شد، توشیح شد. یعنی توشیح اگر شده باشه که به منصه تطبیق بره، انشالله این امکانات از تاجرها گرفته میشه که احتکار کردن نتانند و توسط از این قانون یار مهار کنند. بالاخره چه کسی باید قیمت گاز، چه کسی و چه منبعی باید قیمت گاز کنترل بکنه بالاخره؟ خب دولت، دنیای خصوصی؟ کنترل قیمت گاز واضح است که اگر در دست سکتور خصوصی باشه و قیمت به این شکل آزاد اگر بانند، شما باور کنید که در حدود 100 و 150 هم به فروش میرسانند. اینجا دولت مکلفیت داره تا از مستهلکین در برابر از این اوضاع دفاع کنه و نرخ‌های گاز هم به شکل رقابتی و هم به شکل تطبیقیش که مانع شوه که قیمت‌ها را بلند نفروشند، با قیمت‌های بلند فروش نکنند. این مکلفیت و مسئولیت دولت است که چیز است ایره مانع شوه. آیا گاز به مقدار کافی در شهرها هست، در بازارها؟ در بازارها گاز به قدر کافی است. در خود کشور گاز به قدر کافی وارد میشه. در بنادر ذخایر بسیار بزرگی از سکتور خصوصی و سکتور دولتی است. ما هم قراردادهای زیاد داریم که حدوداً امیال برای زمستان و آمادگی هایی که ما قبلا داشتیم قراردادها را امضا کرده بودیم، او گازش در حال آمدن است که ما در ذخایر خود او را تخلیه کرده و در ایام زمستان به طور رقابتی او را به فروش میرسانیم. امین اکنون ما فعلا گاز به 48 افغانی در چندین مغازه که حدوداً 30-40 مغازه است در نواحی مختلف شهر به فروش میرسانیم که این بسنده نیست. این مغازه ها و غرفه های کافی هستند در کافی نیستند کابل که نفوس 5 میلیون داره؟ به یقین برای شما میگم که این کافی نیست، ولی آنچه که از دست ما میاد با امو وجوه پولی مالی که در اختیار تصدی مواد نفتی است که از عواید خود تصدی است، بدون از اینکه دولت برای ما کدام افغانی را کمک کنه، از عواید داخلی تصدی ما این امکانات میسر ساختیم که بتونیم حداقل اینمی کمک بکنیم برای مستهلک. از بین چند بدیلی که بر انرژی برای دیگر مستهلکین حق انتخاب دارن، خب گاز فعلا مهمترین و اصل ترین هست، زیرا خب برق یک وضعیتی داره که نیازمند سرمایه گذاری های انگوف همچنان
یک پروژه های طویل مدت رویش باید کار شود و خب تا جایی هم مقصر هستند 13 سال زمان درازی بود تا روی انرژی برق کار شود. همچنان در این اواخر گاز، زغال سنگ و چوب در شهرها ممنوع شده در ولایات و برای مستهلکین تلاش میشه که قیمتش بالا بره تا اینا نتونن ازش استفاده بکنن، به دو دلیل: این که اول محیط زیست باعث خرابی محیط زیست میشه، دوم از جمله داشته های خود کشور هست و باید قیمتش بلند بره تا مفاد اقتصادی برای خود کشور بار بیاره. لذا ماند گاز در این وسط. آیا فکر میکنین که گاز در سرمای زمستان امسال به اندازه کافی برای مستهلکین خواهد رسید؟ تا حدودی که ما امکانات خود سنجیده ما داریم، ذخایر بسیار کافی بزرگ برای تسخیر گاز جور کردیم ما، که در سالهای قبل ما حدوداً 500 تن حجم ذخیروی داشتیم، ولی فعلا ما این حجم بالا بردیم به حدود 11-12 هزار تن، که بسیار یک حجم بزرگ است که در شهرهای مختلف مثل کابل، مزار شریف، حیرتان، بغلان اینا احداث کردیم ما. فقط ضرورت به وجوه پولی است که برای ما کمک شود که ما بتانیم این ذخایرم کلن مملو بسازیم و در ایام زمستان هیچ نوع مشکل از این آیه ایجاد نمیشه و کس نمیتونه انحصارگری هم کنه و قیمت گرانفروشی هم کنه. ولی مشکل ما در امی عرصه وجوه پولیس که تقاضای ما از مقامات دولتی است که یک مقدار پول را در اختیار تصدی یا امکانات از زیر میسر بسازند که خودشان قراردادهای بزرگ را با کشورهای مولد نفت و گاز عقد کنند تا ما او نفت مثل کشور دولت های سابق که خودشان قرارداد نکردند و ای گاز و نفت یا پاره در اختیار تصدی مواد نفتی میگذاشتند و در تمام نقاط کشور به عین کیفیت و قیمت ها و فروش میرسند. بسیار خوب. در این چند روزه من با سرپرست های ولایت در ولایت های دوردست و سردسیر گفتگوهایی از طریق برنامه زیر بنا داشتم و مشکل اساسی را در فصل سرما نبود ذخایر استراتژیک گاز در آن ولایت دانستند و همچنان گفتند که قحطی در مواد سوختی باعث تلفات جانی میشه اکثرا در هوای سرد. آیا فکر میکنین زمستان امسال و در کنار از این که ذخایر استراتژیک وجود نداره، اگر وجود هم داشته باشه قیمت گاز بلند هست و مردم چون زاری هستن و پول نقد ندارن چون کار به پول نقد نمیکنن، لذا فکر میشه که با این پول نمیتونن که مردم با این قیمت گاز خریداری بکنن، لذا چی فکر میکنین امسال سرما در ولایات دوردست چگونه خواهد گذشت؟ آیا این وضعیت حل خواهد شد اونجا؟ خدمت شما عرض شود که با در نظر داشت از اینکه قدرت خرید مستهلکین واقعا طوری که شما گفتین خیلی ضعیف است و امکانات از این ندارند که با این قیمت هایی که فعلا ولو اگر ارزان بگویمش یا قیمت، باز هم قدرت خرید ندارند که این مواد سوختی و دیگه اشیا یا همتر خریداری کنند. این یک جانب قضیه است و جانب دیگه قضیه است که در اکثر ولایات ما قسمی که پیشتر براتون گفتیم ذخایر ایجاد کردیم، ولی فقط مشکل اساسی ما وجوه پولیس که ما پیشنهادات و طرحهای خود به مقام ریاست جمهوری ارائه کردیم تا در این راستا با تصدی مواد نفتی وزارت تجارت همکاری صورت بگیره و قسمی که شما در یکی دو روز در جریان هستین، شورای وزیران هم امی فیصله را کردند که یک مقدار بزرگ گاز باید خریداری شود و بر تاجرها تقسیم شود که یعنی کشور به قطعی روبرو نشه. بان هم برتان به یقین میگم که در افغانستان قطعی مواد سوخت به هیچ وجه نمیه که اگر دولت فعالیت کنه یا نکنه، منتها نرخار اگر دولت فعالیت کنه نرخار میتونه کنترل کنه، ولی سکتور خصوصی واردات خود داره بر شیوه و شکلی که هست برای اینکه یک منفعت بزرگ از او به دستشان میاد. بسیار خوب. بیندای عزیز یک وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. با سلام مجدد در برنامه زیربنا هستید. روی موضوع قیمت بلند گاز، نبود
برق و همچنان بلند بودن قیمت چوب و زغال سنگ و همچنان رسیدن فصل سرما و نگرانی های مردم. پیرامون موضوع از آقای نثار احمد احمدی، معاون تجارتی مواد نفتی و گاز مایع در کابل خواستیم تا در برنامه زیر بنا روی موضوع بپردازن. خب آقای احمدی، داشتیم ادامه میدادیم. تمام سال جاری روی پایین آوردن قیمت گاز کار شد، از به نحوی ظاهرا از طرف نهادهای خصوصی و همچنان از طریق وزارت تجارت روی این موضوع کار شد، ولی تا حالا هم به قیمت دلخواهی که مردم بتانن راضی باشن ازش یا اون قیمت اصلیش که 50 تا 55 افغانی بود نرسید. آیا این مشکل اصلی، بنبست اصلی در کجاست؟ خدمت شما عرض شوه که شما زمستان سال پار اگه به یاد داشته باشین، هیچ گاز از فی کیلو 50 افغانی بلند نرفت، بدون از اینکه کدام فشار باشه یا کدام کنترل خاص باشه. ولی در طی امسال که زمستان نارسیده این مشکل پیش شد، عوامل دی زیدخل است که شما هم در جریان هستین، ما هم، کل ما و تمام هموطنان، که به تعویق کشیدن خود انتخابات و دلسرد بودن تاجرها که گاز به قدر وافر وارد نکردن، این یک سلسله مشکلاتی بود که این دهی عرصه سرمایه گذاری نکردن از روی ایراس. ولی چون اوضاع آهسته آهسته به حالت عادی خود در آمده و روی از اون موضوع تمام ذخایری که ما در بنادر در جریان هستیم، آمد آمد گاز وارداتش بیاد زیاد است و ذخایر هم کلش مملو است. این به شکل تدریجی آیست آیست هم فکر کنیم که تا زمستان قیمت ها به خودی خود در یک عد دلخواه ما و شما خواهد رسید. مخصوصا بر زمستان امسال چه تدابیر خاصی را در نظر گرفتیم؟ برای شما گفتیم که ما ذخایری را که فعلا داریم 11000 تن گاز را که قرارداد کردیم با جمهوری کشور ترکمنستان، او پروسش در حال آمدن است. یک مقدار شام این تنها برای کابل است؟ برای کابل آمده و یک مقدار دیگری که شورای محترم وزیران هدایت دادند که 100000 تن دیگه خریداری شوه، که انقریب آیت به ارتباط میره و او احتمالاً او برای مجموعه کشور از 100000 تن گاز بسیار زیاد است. البته بسیار خوب، بر ثابت نگه داشتن قیمت مواد سوختی تدابیر عملی روی دست است. قبل از اینکه تجربه گاز و قیمت بلند گاز دوباره روی بقیه مواد نفتی تکرار شود، آیا کدام طرح روی دست است این مسئله درست نظارت بکنه؟ بله، برای از این تصدی مواد نفتی مصمم است که یک طرح را که پیش کردن با ریاست جمهوری که اگر امی سکتور خصوصی به می روی خود یا به می شیوه خود ادامه بتن، همیشه احتکار کنند و قیمت ها را غیر ثابت نگاه کنند و مستهلکین با مشکل مواجه کنند، طرح مایی است که گاز به شکل انحصاری در بیاید تا دولت خودش به هر نقطه به یک قیمت ثابت او را برسانه تا مستهلکین از این مشکل نجات بیفتند. به غیر از او اگر این به سر سامانی ادامه پیدا کنه، واضح است که این مشکل قابل کنترل نمی باشه و ضربه اساسی شو مستهلکین میبینه. گاز به وسیله چی در ولایاتی که مخصوصا صعب العبور هستن منتقل میشه؟ شما میفهمید که برای گاز ذخایر بیخی مخصوص است و ترانسپورت بیخی مخصوص است که توسط از او انتقال می شوید، توسط هر وسیله امکان پذیر نیست و او ذخایر رو اون بالنایی که بالای وسایط موتری نصب است، او هم گران است، قیمت است و به راهی صعب العبور نسبت وزن زیادی که داره بردنش یک سلسله اشکالات و جنجالایی را داره که روی از او موضوع در مناطق صعب العبور و دور افتاده یک سلسله مشکلات از این آیه است. چقدر هماهنگ هستین با مسئولینی که در ساخت و ساز جاده ها کار میکنن و در راه های صعب العبوری که باید اینا انتقال داده شود، چقدر هماهنگی وجود داره؟
با اونا ما کدام امانگی نداریم. البته وا طبق پروگرام خود را و شاره را می سازن. اگر ما اتو کدام تقاضای هم داشته باشین، من فکر نمیکنم که از جانب از وا عملی شد. چرا وا پروگرام های کاری خود داره و ما پروگرام های کاری خود. امی که راه درست باشه و صعب العبور نباشه، مشکل نباشه، بازیست ترانسپورت خود به خود بدون امانگی هم توسط سکتور خصوصی و هم توسط دولت انتقالات به شکل عادی خود جریان میافت. بسیار خوب. دوباره برمیگردیم روی این قیمت و اخذ مفاد. فرمول اخذ مفاد چگونه است در افغانستان؟ چقدر اجازه است یا مثلا چقدر میتونه دست باز دارن شرکت های خصوصی دولت در اخذ مفاد؟ یک مشکل بزرگی که در افغانستان موجود است و این است که ما بازار آزاد پذیرفتیم، اقتصاد بازار آزاد پذیرفتیم، ولی سیستما و میکانیزم هایی را ایجاد نکردیم که توسط از او بتانیم کنترل خوب بار بیاریم. فرض مثال تصدیه که است اساسنامه داره، به اساس اساسنامه خود در هر فعالیت تجارتی خود یا در یک مقطع تجارتی خود که کدام جنس را وارد میکنه و همشهریان او را عرضه میکنه، در او از 10% بیشتر نمیتونه مفاد وضع کنه. ولی برای سکتور خصوصی نمود یک قانون وجود نداره که وضعش مثل کشورهای خارج که در اوجه امی نرخ که تعیین میشه با در نظر داشته مفاد امو وارد کننده تثبیت شوه. فرض مثال تثبیت کنند که 5% که ما او رو کنترل کرده بتانیم که 5% است، بیا که محاسبه کنیم 5%. حال که میرین در هر جای 10، 15، 20 تا 100% هم اتوقات واقع میشه که مفاد سکتور خصوصی برای خود وضع میکنه و بالای مستهلک تطبیقش میکنه. دلیل سکتور خصوصی چی است برای دلیل وجود نداره در این رابطه؟ هیچ چیز دلیل وجود نداره، فقط سودجویی بیشتر از جیب مردم. دیگه قانون چیزه. وجود نداره قانون بر وزارتش. هدف ما این است که یک قانون وجود داشته باشه برای این چیز که برای فعالیت های تجارتی سکتور خصوصی وقتی که وارد میکنه، بالای یک جنس وارد میکنه، اما مصارفش سنجیده. فرض مثال بگه که از 5% بیشتر حق نداره کس بالای از مفاد وضع کنه. اینجاست که ما میتونیم کنترل کنیم. یا یک چیز تولیدی که در داخل کشور تولید میشه برایش وضع کنه که 7% یا 10% مفاد تو بالا از این وضع کرده میتونی. حال خو اینمی وضعیت قابل کنترل نیست. اینمی تو یک قانون اگر وجود داشته باشه امکان پذیر است که همه چیزا در حالت عادی خود قرار بگیره. گاز قاچاق میشه هنوز؟ در پولی همه مشکلات و جنجال هایی که ما شما پیشتر یکی برشمردیم، قاچاق گاز هم یک نقطه است که با او توجه باید کرد که باعث بلند رفتن قیمت گاز در کشور میشه که یک مقدار گاز به طور قاچاق به کشور پاکستان قاچاق میشه و ما تقاضای ما از نیروهای امنیتی و سرحدی است که هیچ مقدار گاز را بالخصوص توسط تانکرها و موترهایی که بالنای 40 کیلویی را دو بار کردن و میبرن و از اونها اجازه نتن که ایر انتقال بتن. این هم تاثیرات خود داره بالای قیمت گاز. چقدر قراردادهای مثمری شده به خاطر خرید مواد سوختی در رسیدن فصل سرما برای تمام کشور؟ برای خدمتتان عرض کنم که فعلا خب ما 10,000 در روی دست داریم و در پالی ما سکتور خصوصی هم قراردادهای بزرگی را دارن و در پالی از او قرارداد 100,000 تن گاز مایع طبق فیصله شورای محترم وزیران و این هم روی دست است که این مشکل هم میتونه رفع کنه. بسیار ممنون جناب آقای نثار احمد احمدی، معاون تجارتی مواد نفتی و گاز مایع در کابل، که تشریف آوردین و در بحث ما شرکت کردین. این بود برنامه امروز زیر بنا که خدمتتان تقدیم شد. با امید این که مشکلات کم 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 شود. برنامه امروز به اینجا اختتام می بخشیم. تا برنامه بعدی همین ساعت برای نیم ساعت شما رو به خداوند می سپاریم. بدرود.